خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگردای عزیز، خوش آمدید. امید که همتان خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و درست تعقیب کنین. گران است که اون کتاسو بخیر راغلی. خوشوکر چه تاسو هم بخیر راغلی. نو چم توی چنن نیل واس پیل کرو. شاگردای عزیز، ما امروز مضمون دری صنف 11 هم میخوانیم که عنوان درس امروزی ما است نقش زنان در ادبیات معاصر دری افغانستان. یعنی درباره نقش زنان صحبت میکنیم، درباره شاعران زن افغانی صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم و درس امروزی خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاه و درس گذشته میکنیم. ای که در درس گذشته ما کدام موضوعات خوانده بودیم. زمونت ملاتر لپاره دی بیگم اکادمیک چینل لزان سرا سبسکرایب کری، بیا د شرنگنی تړی کی کاګی تر سو زمونږ ټولو درسی ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ. اگر شما به یاد داشته باشین، عنوان درس گذشته ما ضرب المثل ها و دو بیتی ها بود. یعنی ضرب المثل ها شناختیم که چی است، به خاطر چی ما از ضرب المثل استفاده می کنیم و همچنان دو بیتی را هم شناختیم. این موضوعی بود که در درس گذشته خوانده بودیم. اما بخش آیین نامه‌نگاری را هم داشتیم که در بخش آیین نامه‌نگاری ما درباره نامه‌های خصوصی معلومات حاصل کردیم. این موضوعات بود که در درس گذشته خواندیم و یاد گرفتیم. حال میایم شاگردای عزیز روی اهداف درس ما صحبت میکنیم. ای که مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم. نقش زنان در ادبیات از چه زمان آغاز گردید شاگردای عزیز؟ به این سوال جواب پیدا میکنیم. نخستین داستان نویس زن کی بود؟ ایره هم میشناسیم. نسته که بون که دست منگ در ننانیل وست مو خیدی چه پا ننانیل وست که باید در موضوعات منگ استکرو. نور از ای چه خپل دلو است اصلی موضوع پیل کروسته که بون که در تل پشن زتاسته در ننانیل وست متن لولم تصورت دقت وکره چه هم در کلماتو درست تلفظ او هم یو کلی مفهوم دلو است خواه تر لحظه کره. نقش زنان در ادبیات معاصر دری افغانستان. حضور زنان در ادبیات ما با نام رابعه بلخی آغاز می‌یابد که پس از او تا صده‌های متمادی با نام زنان دیگر سخنور کمتر برمی‌خوریم. شاید همزمان با او و پس از او زنان سخنور دیگری هم بودند، اما نظر به دلایل گوناگون نام آنها ثبت تاریخ ادبیات نگردیده است. تنها در اواخر قرن 19 و آغاز قرن 20 است که جسته و گریخته نام چند شاعر زن مانند عایشه درانی، آمنه فدوی، محجوبه هروی و مخفی بدخشی را در اوراق برخی از کتاب ها میبینیم که محدودیت در تعداد این نام ها نیز وابسته به اوضاع و شرایط آن روزگار می تواند باشد. در آن دوره زمانی محدودیت های اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی فضا را برای ابتکارات زنان تنگ می کرد. زنان یا چنان گرفتار امور خانه بودند که نمی توانستن کارهایی را که توانایی آن را داشتن انجام بدهند و یا هنوز در اندیشه پرداختن به ادبیات نیفتاده بودند. برخی هم که می نوشتن خود را در پشت نامهای مستعار پنهان می کردن. فضا چنان بود که آنان به نوشتن ترغیب نمی شدن، زیرا امکانی برای نشر آثار خود نمی دیدن. زنان در آن دوره هنوز امکان گشایش درهای مراکز ادبی را برای خود نیافته بودند و شرکت آنان در جنبش ادبی بستگی به موقعیتی داشت که در جامعه به دست می آوردند. در اوایل سده 20 میلادی گروه کوچکی از زنان تحصیل کرده آغاز به گشودن مکتب‌های دختران را تدریس کردند. کانون‌های زنان را بنیاد نهادند و مجله‌های ویژه خود را منتشر کردند. نخستین بار در زمان سلطنت امان الله خان بود که دختران و زنان در تاریخ
شکلگیری و انکشاف معارف عصری افغانستان وارد این عرصه شدند. اولین مکتب ابتدایی دختران در سال 1299 هجری شمسی به نام مکتب عصمت توسط ملکه ثریا بنیان گذاشته شد. سپس در سال 1302 هجری شمسی مکتب مستورات در شهرارای کابل گشایش یافت. دخترانی که در خانه به طور خصوصی تحصیل کرده بودند به صنوف بالاتر و دیگران به صنوف پایین‌تر شامل شدند و بعد از مدت یک تعداد آنها برای تحصیلات عالی به کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه اعزام گردیدند. در همین سال با تلاش و ابتکار ملکه ثریا مجله ویژه زنان به نام ارشاد النسوان تأسیس گردید. مکتب مستورات که بعداً در سال 1321 هجری شمسی به لیسه ملاله تغییر نام داد، از آغاز تا امروز در تنویر افکار زنان افغان نقش شایسته ای را ایفا کرده است. تا آنجا که حتی بسیار از زنان آگاه، منور، شاعر و نویسنده معاصر ما از همین مکتب فارغ شده اند. در اوسط سده بیستم بود که با پیدایش کانونهای آموزشی جدید و برخورداری زنان از فرصتهای آموزشی همسان با مردان پدید آمدند. نشریات ویژه‌شان ورود زنان به تدریج در عرصه فعالیت‌های فرهنگی آغاز یافت و شخصیت زن در آثار ادبی نقش بارستری پیدا کرد. خوشبختانه ما امروز شاهد زنان بسیاری هستیم که در عرصه ادبیات افغانستان موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده و از اعتبار و موقعیت بسیار خوب برخوردار گردیدن و تقریبا همدوش و همراه با مردان در مراکز علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و غیره حضور فعال دارند. نه تنها در عرصه شعر و شاعری نامهای ماندگار را میبینیم که ما را به آینده امیدوارتر میسازد، بلکه در عرصه داستان نویسی هم چهره های درخشان عرضه وجود کرده اند. بخش باقی مانده درس شاگرد عزیز ای که کدام خانم ها به داستان نویسی رو آوردن و داستان نویسی را آغاز کردن، ای را بخیر در جلسه آینده می خوانیم. نزد کوون کو لکه څنګه چې په نورو ټولګیو کې په نورو مضامینو کې په خاصه توګه په پښتو مضمون کې موږ د دې موضوع په هکله لوستی دي، دا چې په ادبیاتو کې د ښځو نومونه د لومړي ځل لپاره یا هم د ښځو همغه حضور د لومړي ځل لپاره د رابعې بلخي د نوم لاندې یا د نابیر بلخي په واسطه رامنځته شو. یعنی زده کوونکو لومړنۍ میرمنه چې په ادبیاتو کې د لیکنې وکړې، ادبیاتو ته وارده شله، هغه څوک وه؟ هغه رابعه بلخي وه. چې بیا د رابعه بلخي څخه څو پیړۍ حتی زده کوونکو نور د کومې میرمنې یادونه ونه شوه په ادبیاتو کې. ورسته د هغې هم بعضې میرمنې وې، دوی شتون درلود چې په ادبیاتو کې دوی لیکنې درلودې، دوی لاسته راوړنې درلودې، خو د مختلفو دلایلو له امله زده کوونکو د دوی نوم په تاریخ کې نه دی ثبت شوی. یوازې د 19مې پیړۍ په اواخرو کې او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې زده کوونکو د بعضې میرمنو د نومونو یادونه شوې، مثلا عایشه دورانی، آمنه فدوی، محجوبه هروی، مخفی بدخشی او همدارنگ نور میرمنی دی چې د دوی نمونه ذکر شوی، خود دوی آثار هم په هماغه اندازه سره په لاس کې نشته. مختلف ستونزې درلودې زده کوونکو چې ښځې یا میرمنې زیاتره ادبیاتو ته یا د ادبیاتو عرصې ته دوی نه داخلېدل. مثلا دوی په کورونو کې هومره مشغولتیا درلوده، هومره مصروفیت درلوده زده کوونکو چې دوی فرصت یا وخت نه پیدا کول تر څو چې یوه لیکنه وکړي، تر څو چې یو شعر ووایي، او یا هم هیڅ د ادبیاتو برخو ته د دوی پام نه ګرځېده، یا هم هغه شرایط، هغه تنگ شرایط یا روزگار چې دوی نه پریښوده تر څو چې څه شی وکړي زده کوونکو د ادبیاتو عرصې ته وارد شي.
خو بعضی آثار همشت از دکون کو چه لیکون کیه میرمنه وی خو دغه میرمنو هم مستعار نو مسخه کارغسته، یعنی دوی خپل همغه اصلی نوم په دغه آثارو کې نه دی لیکلی چې بیا د دوی لمخه هم دوی و پیژندل شي. نو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د میرمنو په خاصه توګه د باسوادو او هغه میرمنې چې دوی تحصیل او زده کړې کړې وې د دوی یوه کوچنۍ ډله د نجونو مکتب یې پرانیسته او د نجونو زده کړو ته دوی پام وکړ. لکه څنګه چې دا موضوع موږ لوست زده کوونکو چې د لومړي ځل لپاره د غازی امان الله خان د حکومت په دوره کې د نجونو مکتب پرانیستل شو، د چا په همت؟ د امان الله خان د میرمنې په همت، یعنی ملک سریا. دا لومړنی مکتب په کال 1299 کې رامنځته شو زده کوونکو او نوم یې هم څه شو؟ مکتب عصمت. وروسته له هغې په کال 1402 کې بل مکتب رامنځته شو یا خلاص شو زده کوونکو چې هغه د مستورات په نامه یادېدله. نو د دغه کارونو په سرته رسیدلو سره زده کوونکو ورو ورو میرمنو ته لاره خلاصه شله چې دې عرصی ته داخل شي، یعنی هر کله چې دوی علم او پوهې ته لاسرسی پیدا کړ بیا نور هم دوی په نورو برخو یا نورو عرصو کې واردېدل او نور زده کړې هم کولې. سربیره پر دې زده کوونکو په همدې دوره کې نور مرکزونه نور برخې رامنځته شوې چې میرمنې یا نجونې به هلته هم تلل او دوی به زده کړې کولې، او حتی د امان الله خان د حکومت په دوره کې میرمنې بهرني هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته واستول شوې تر څو چې هلته دوی لوړې زده کړې وکړي. نو زده کوونکو په دې شکل سره د میرمنو زده کړو ته د میرمنو پوهې ته پاموش د چا په وخت کې؟ د غازی امان الله خان په وخت کې، او دوی د ادبیاتو عرصې ته هم وردنه نشوي او دلته دوی ډېرې لاسترونې درلودې. سربیره پر دې په علمی برخه کې، په فرهنګي برخه کې، هنری، اقتصادي او سیاسي برخو کې هم میرمنې شتون درلودې او دوی دې برخه ته هم دوی لاسرسی درلود. دا چې زده کوونکو بیا د لومړي ځل لپاره د داستان په لیکنو کې یا هم هغه کومې لومړنۍ میرمنې وې چې د کیسو لیکلو ته مخ وګرځوه د دې په موضوع په هکله بیا په راتلونکي لوست کې خبرې کوو. خو په کلي شکل سره موږ په دې پوه شو چې لومړنۍ میرمنه چې په ادبیاتو کې لیکنه وکړه یا په ادبیاتو کې لاسته راوړنه درلوده هغه څوک وه، او دغه میرمنې د کومو ستونزو سره مخ وې. سربیره پر دې د نجونو لومړنی مکتب کله پرانیستل شو او نجونو ته کله هم دغه د زده کړې او پوهې زمینه مساعده شوه یا برابره شوه؟ نه موضوعات مو په ننني لوست کې ولوستل. خب شاگردای عزیز، سوال یا مشکل در این بخش درس ندارین؟ نه استادی. بسیار خوب، یعنی این بخش شما به صورت درستش یاد گرفتین. خب حال که در این بخش درس مشکل ندارین، بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم. یکی به طور کلی کدام موضوعات مهمه در درس امروزی ما خواندیم و یاد گرفتیم؟ شاگردای عزیز، به طور کلی در درس امروزی ما درباره نقش زنان افغان در ادبیات معاصر زبان دری صحبت کردیم. درباره این موضوع در درس امروزی معلومات حاصل کردیم. نو چه تاسو کما پختنه نلره او در ننیل واس موضوعات ما هم پسامه تو گسته کردی حسر از دوزده کون که کورانه دنده تا دا چه ده تل پشن پر ننیل واس که من کورانه دنده لرو. گران زده کوونکو زمنګ د نننی لوست کورنۍ دنده ده دا چې د لوست خلاصه یا د لوست لنډیز خپلو کتابچو کې ولیکي، یعنی شاگردای عزیز خلاصه درس را د کتابچه هایتان نشته کنین. کارخانگی تانه به صورت درستش انجام بتین و روز بعدی که بسن حاضر می شدین همراه خود بیارین. درس امروزی ما در همین جا به پایان میرسه و امیدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درستش یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم. بل درس د پیلوړاندی لنډه د مخلو